هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، با سلام خدمت شما. امیدوار هستم هفته خوش و خوب را سپری کرده باشین، روزها و هفته های خوش هم در پیش داشته باشین. خب هموطنان عزیز، اولا در پیش از برنامه ما سه آهنگ که پخش میکنیم یا آهنگ های انتخابی خود برنامه گلخوش هاست که خدمت شما تقدیم شد. آهنگ اول از خانم میرانگیز بود، آوازخوان بسیار خوبه که در سال گذشته توسط تلویزیون آریانا افغانستان مقام اول گرفته بودن در بین آوازخوانهای تازه کار و به حد آواز خوب و مقبول و گیرا دارن. برشان موفقیت آرزو میکنیم. شعر از این آهنگ از محترم خالد صدیق بود و کمپوزش از فرید راستا و این آهنگ آهنگ بسیار خوبی بود که امیدوار هستم باز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آهنگ دوم هم آهنگ انتخابی گلخوشه ها بود که توسط خانم هنگامه اجرا شده بود. این آهنگ هم یکی از بهترین آهنگ‌های سال 2011 است که به یقین گفته میتونیم یکی از بهترین آهنگ‌های سال است. و همچنان آهنگ آخر از اسطوره موسیقی کشور از هنرمند همیشه جاودان احمد زائر بود. این آهنگ شعرش از ابوالحسن رضی و کمپوز از خود احمد زائر بود. این آهنگ یک بار دیگه پخش کرده بودیم، به اثر تقاضای هموطنان ما بار دیگه پخش کردیم. امیدوار هستم که این آهنگ هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب همشب در برنامه گلخوشه ها هستیم خدمت شما. البته یک چیز دیگر هم میخوایم که خدمت هموطنان ما اعلان بکنم که برنامه گلخوشه ها امشب آخرین برنامه خود تقدیم شما میکنه. امیدوار هستم که در این مدتی که ما در خدمت شما بودیم در گلخوشه ها این برنامه از این استفاده کرده باشین و همچنان مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بسیار خوشحال هستم که پشتیبانی شما هموطنان در این مدت 12-13 سال در گلخوشه ها و مخصوصا در این ظرف یکی دو ساله که کوشش کردیم ما ناشنیده ها را خدمت شما در گلخوشه ها تقدیم بکنیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، ولی متاسفانه نظر با مشکلات شخصی خود من دوری را امشب برنامه گلخوشه آخرین برنامه خود تقدیم حضور شما خواهد کرد. بر صورت برنامه اول ما مورد توجه شما قرار گرفته بود، امیدوار هستم برنامه آخر هم مورد توجه شما قرار بگیره. این برنامه ما بسیار زیاد خوشحال هستم که هنرمند بسیار عزیز، هنرمندای بسیار خوبی را امشب در برنامه داریم. هنرمندی که ما بسیار زیاد آرزو داشتم از سالهای سال که این هنرمند عزیز ببینم و خوشبختانه که امشب در گلخوشه ها میبینیم و این هنرمند عزیز هنرمندی است که یقینا شما هم مثل ما علاقمند از این بودین که این هنرمند را ببینین و بشنوین و صحبتایش را بشنوین، آهنگاش همیشه شنیدین، صحبتایش را بشنوین. این آهنگ هنرمند عزیز و نازنین ما فرزند اسطوره موسیقی کشور احمد زائر رشاد جان زائر هستند. رشاد جان بسیار زیاد خوش آمدین. همچنان وحید جان خیر هم همراه ما هستند، باز هم خوش آمدین وحید جان. شما را دو سه هفته پیش ملاقات کردیم و خوشحال هستم که باز هم شما را میبینم. و رشاد جان بسیار زیاد خوش آمدین به گلخوشه ها و تلویزیون آریانا. شکیب جان تشکر. یک جان ما خودم هم آرزو سالای سال است که داشتیم که شما را از نزدیک ببینم. برنامه هایتان همیش تعقیب کردیم از طریق تلویزیونی ها، اما خوش هستم که از نزدیک میبینم اتانا. مهربان، زنده باشید. با همراه برادر کلانم وحید جان خیر که هر دوی ما شما را دوست، هر دوی ما شماست، باید خوش هستم که بعد از 21 سال ما شما از نزدیک هم دیگر 21 سال راستی که و امشب دیدیم روی شما هاش کنم، چشم هاش هم هاش کنم، باور میگن 21 سال بعد ما راستی یکی دیگر نهیده بودیم. میگن زمین گرد است، همین واقعیت آدم اما نگفتن بودم امی پیشتر که شروع یاد کردین گفتین که پروگرام آخرتان است، خدا نکنه شما یکی از فنای شماست، پروگرام شماستم، امیدوار هستیم که دیگه حقیقت نداشته باشه و در آینده پروگرام هایتان ادامه بده بخیر. حتما انشاءالله در حصه کارتان میبخشین گپتان گرفتم، در حصه کارتان باید موفق هستیم شما و در مقایسه دیگه پروگرام هایی که است، البته پروگرام های تلویزیونی افغانی مفید است برای مردم ما، اما شما یاد از هنرمندای خوب ما میکنین که امروز کمتر یاد میشن. من پروگرام اگه اشتباه نکرده باشم یک پروگرام آخرتان بود که از گذشته تون بود، از استاد شهیدا یاد کردین. بله بله بله
بگو استاد شهیدا، من خودم یکی از فنایشان هستم و با شما نه تنها ای که آهنگایشان رو پخش میکنیم بلکه معلومات درباره زندگی شخصیشان میدیم، یعنی بایوگرافیشان برای مردم میفهمانیم. کوشش برنامه گلخوش ها معمولا زیادتر همی است که ما ناشنیده ها را خدمت هموطنان خود تقدیم بکنیم و همچنان اگر تا جایی که فراموش نشه همی هنر والای هنرمندای که واقعا به گفته ظاهر وایدا که هنرمند بودن هنر پیشه نبودن اینا در گلخوش ها مخصوصا زیادتر ما زیادتر ممنون پرودوسر برنامه گلخوش ها هم هستم که بر ما زیاد زحمت کشیده و این برنامه ما معمولا ما در ظرف دو سال کار که این پرودوسر برنامه ما و من خودم زیادتر کوشش ما در این بود که ما بتانیم که حداقل مو چیزهایی را که کمتر شنیده میشه خدمت هموطنان خود تقدیم بکنیم و یادی از هنرمندان بکنیم که این هنرمندان واقعا برای هنر کشور ما خدمات بسیار زیاده کرد. مثلا استاد قاسم هنرمند والای کشور قاسم افغان، بله، این هنرمندایی که همیشه جایشان در بین هنر کشور خالی است ولی معمولا اینا راهگشا بودن برای دیگه هنرمندا، مثل که همیشه چون در برنامه گلخوشه ها معمولا احمد زاهر تاج سر برنامه گلخوشه هاست، به مخاطر است که همیشه ما در برنامه گلخوشه ها یک آهنگ از احمد زاهر حتما باید پخش بکنیم. شما اگر متوجه شده باشید حتی انتروی لوگوی برنامه گلخوشه ها هم آهنگ از احمد زاهر است. معمولا برنامه های تلویزیون آریانا فرانسن، اونایی که از خود تلویزیون آریانا فرانسن معمولا آهنگ های از احمد زاهر است، به مخاطر من گفته نمونه که آهنگایش که انتخاب هم میکنین بسیار با ذوق و عکسایی که در پشت سر میباشه عکسای بسیار خوب است. ذوق مهم است دیگه. ما به خاطر گفتم من ممنون پرودوسر برنامه گلخوشه ها آقای خوشحال مسکنیار هستم که زیاد زحمت برنامه گلخوشه ها را کشیدم. ما خب از برنامه تعریف گلخوشه ها بگذاریم. رشاد جان شما تازه آمدین به زیادتر وقت هایی پس خودش که جان خب قابل تعریف هم شاید باشه. بله رشاد جان هنرمند بسیار خوب و نازنینه که سالهای سال من خودم شخصا آرزوی ازیر داشتیم که رشاد زاهر یگانه فرزند احمد زاهر، یگانه یادگار احمد زاهر، البته خدا شبنم جان زنده داشته باشه، یگانه یادگار احمد زاهر رشاد جان زاهر همیشه ما آرزو داشتیم که ببینم از نزدیک. خب در برنامه ای افتخار برای گلخوشه ها هم است که رشاد جان تشریف آورده و امروز شما مانده و زله آمدین از رای نه بابا میدان میرزی همین که وای جان بار از قصه ها ببینم شما را از نزدیک ببینم میرزید. متاسفانه ما شما امروز مملکت خود نداریم، همگی شهرهای مختلف هستیم، ما شما نه افغانه همی که میتونیم یک جای شیم و دلیلش همهش موسیقی است، همین قدرت موسیقی را شما ببینین. نه ما شما در بیرون یاد میکریم امروی بایجان خیر راسخ جان دوست نزدیکم کمی همی راسخ جان از مکره هیچ که نباشه یک 20 سال خورده است، بله هستین امروی و ایجان از مکر یک چند سال کلان است. چند سال کلان همی نه این رو سر سرش گفتیم نه خب گپ مقصد ما ایسته که یعنی قدرت موسیقی رو ببینیم که کتسونی گپ های کار نداره همه گیره یک جای میسازه نه؟ این قدرت موسیقی است و ما خودم باید خوش هستم همی که دانستم این سفر داشته باشم اینجا بهم شما را از نزدیک ببینم و این مصاحبه را داشته باشیم. رشاد جان شما اگر بگویم شما هم رای موسیقی تولد شدین ما یقینا گزافه نگفتیم. چی وقت شما شوق آهنگ خواندن و آهنگ ساختن هم؟ یعنی آهنگ ساختن کار آسان نیست. شما شاید بسیار خورد از افغانستان هم برآمده باشین ولی شما آهنگساز خوب هم هستین، در پالیجی که آوازخوان خوب هستین آهنگساز خوب هم هستین. ما آهنگای شما رو بسیار زیاد شنیدیم دیدیم و از تلویزیون آریانا فرانسن یگانه تلویزیونی بوده که معمولا آهنگایی که شما آهنگایش ساختین پخش شده، بسیار زیاد هم پخش شده و آهنگای بسیار خوب بوده که پخش شده. به اون خاطر یعنی استعداد در وجودتان بوده، چی وقت خودتان متوجه شدین و چی وقت شروع کردین؟
اگه اشتباه نکرده باشم این اخوه ایجان یارش هست در ورجینیا بود ده سال 10 ساله 11 ساله بود با کمک تشویق دوستا و فامیلیا یک ذره جرات پیدا کردم چون شما میفهمین که ما وقتی که امریکا آمدم سنم کم بود نه؟ تا امروز هم اتام این پرابلم دارم دیسه فارسی و ادا کردن و باز آهنگای ماست که پخت شده اشتباهی بوده دیسه شعری ها اما هیچ کس پرفکت نیست آرزو دارم بخیر امیدوار هستم که داینده کارا بهتر هم شده اما سوالتان جواب بتم من سنای 10 و 11 بود یک کیبورد سفید از هیچ آدم نمیره که قدیمی هم بود یکی از این دوستا برای ما تحفه داده بودن دمو خودم به تنهایی خود باز آهنگای پدرم می نواختم چیزا اما از سن 11 شروع شد خودم اسم میکنم یک استعداد خود نمیخوایم بگیم اما یک چیز هست یک ایدیا هست در فکرم که میخواستم که به او وفادار باشم میفهمید چه دیگه اما دیگه از اونجا شروع شد بسیار خوب باوی چون اولین آهنگای شما از تلویزیون آرینا فانسال پخش شده آه بله بله معمولا آهنگا را خوشحال بنامتون در ورجینیا ثبت کرده بود و آهنگای تنها موجود است ولی ما میخوایم که یکی از آهنگای شما را او آهنگای سابقه را پخش شاید بکنیم ولی بین که از آهنگای نوتان از این آهنگای سالهای آخر یکی از آهنگای اگر رضا جان آماده باشه یک آهنگ شما رو پخش بکنه اما تنها ما هم بشنوند که تجدید خاطره شود چون آهنگای بسیار خوب شما رو